بسم الله الرحمن الرحیم. با نماید خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه دریچه از شبکه جهانی وصال و نور در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز و گرامی، امشب با یک ویژه برنامه خاص در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امشب در مورد وفات یکی از عالمان بزرگ خطه کردستان با شما عزیزان برنامه‌ای رو خواهیم داشت. ماموسا محمد امامی، یکی از علمای برجسته و یکی از شخصیت‌های علمی، از شاعران و ادیبان منطقه کردستان، چند روز قبل دار فانی را ودا گفتند. ایشون از همراهان مرحوم کاگ احمد مفتیزاده بودند و همچنین از رهبران ملی مردم کردستان بودند. واقعا شخصیت ایشون، اگر ما بخواهیم در یک برنامه، دو برنامه و چند برنامه هم به شخصیت علمی، سیاسی و حتی ملی ایشون بپردازیم، واقعا نمیتونیم. به هر حال سعی میکنیم در این وقت کوتاه در خدمت کاک حسن امینی عزیز باشیم به عنوان مهمان، که امشب در خدمتشون خواهیم بود، تا با زندگی ایشون، با تاریخ مبارزات ایشون و همچنین شخصیت علمی ایشون بیشتر آشنا بشیم. شاید این درس عبرتی بشه برای ما تا قدر علمای خودمون رو هرچه بیشتر بدانیم. فرق نمیکنه در هر جای این کره خاکی باشه، وقتی یک عالم اهل سنت مورد اعتماد و ثقه همه هست، جا داره همه بهش احترام بذاریم. حالا این عالم کرد باشه، عرب باشه، بلوچ باشه، فرقی نمیکنه. کاک حسن عزیز، سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم اگر صدای بنده رو دارید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما عزیزان شبکه جهانی نور و بینندگان و شنوندگان محترمتون عرض سلام و احترام دارم. خواهش میکنم کاک حسن عزیز، اگر دوستای اتاق فرمان، من صدای کاک حسن رو داخل استودیو ندارم، مشکل صدا رو حل کنن. کاک حسن عزیز، ما هم از طرف شبکه جهانی نور، شبکه وصال حق و تمام جامعه اهل سنت ایران، این ضایعه بزرگ را به خانواده ماموستا امامی و همچنین جامعه اهل سنت ایران تسلیت عرض میکنیم و برحال امیدوارم که تسلیت ما را پذیرا باشن. کاک حسن، در مورد ماموستا امامی برای ما بگید. ابتدا دوست دارم از رابطه خود شما با ایشون، سابقه آشنایی خود شما با ایشون برای ما بگید. شما ایشون را از کی میشناسید و تاریخچه آشنایی شما به کی برمیگرده؟ بله، که بنده با مرحوم ماموستا حجمان کامرم حجی معدین رحمه الله و دیگه به محدود به چهل و چند سال قبل، بله، سال چهل بگم پنجاه سال از سال 38 به بعد من خدمتی ایشون رابطه داشتم با ایشون. از 48 به بعد عرض کردم با ایشون رابطه داشتم، بله، و آشنایی بنده با ایشون به اون تاریخ برمیگرده. اون وقت ایشون امام جماعت و جمعه و مدرس بودن و دیش از روستاهای منطقه سفل امیر پانتالان، و بنده هم اون وقت سمت مولایی به اصلاح منطقه خودمان داشتن. از اون موقع دیگه وقتی ما همیشه خب کاک حسن، از شخصیت ماموستا امامی برای ما بگید، از شخصیت علمی ایشون، و به حال چون سابقه دوستی شما واقعا خیلی قدیمیه، 40-50 سال از آشنایی شما میگذره، دوست دارم در مورد شخصیت ایشون، شخصیت علمی ایشون، جایگاه اجتماعی ایشون برای ما بگید. ابتدا اگر از شخصیت علمی ایشون برای ما بفرمایید خیلی ممنون میشم. یکی از مدرسین مبرز و مطرح منطقه کردستان بودن، بله، چون همیشه طلبه علمی داشتن و تقریبا غالبا طلبه های با استعداد و توانایی ایشون تلمذ میکردن. ایشون بیش از 60 سال تدریس کردن، ماشاءالله، بله، یعنی مدتی تدریس در حال از قدم همیشه طلبه های با استعداد و توانایی داشتن
چون خیلی علاقمند بودن به تدریس و معارفی دینی، چون به زبانهای عربی، فارسی، کردی و فهمت و آشنایی کامل داشتن و به خطیب توانایی بودن وقتی که در مدارس دور پیدا می کردن تا ایسیم بودن کمتر کسی بود در حال هر یشون یا حتی اگر چون بودن صحبت کرد ایشون یک شخصی دینی بودن، یک شخصی سیاسی بودن، یک شخصی دینی و اجتماعی بودن. ایشون 93 سال عمر کردن، سن داشتن و در سن 93 سالگی ولی درگذشتن و این جهان رو ترک کرده. خدا رحمتشون کنه. کاک حسن، وقتی ما در مورد هر کدوم از شخصیت های علمی جهان اسلام حرف میزنیم، مطمئنن پشت این شخصیت های علمی استادهای مجرب و کارکشته هم بودن. آیا شما اطلاعی از مامستاها یا علمایی که مامستا امامی پیش اونها درس خونده و تلمس کردن دارید؟ چه شخصیت هایی بودن، چه کسایی بودن؟ چون تفاوت سن من زیاد بود، دقیقا 20 سال ایشون سنشون از بنده بیشتر بود. ایشون متولد 1305 بودن و من 1325 هستم. 20 سال تفاوت سن داشتیم. در اون زمانی که ایشون طلبه بودن و درس خوندن بنده اصلا نبودن، یعنی هنوز تولد نشدن. این دوران تحصیل یک جوان در منطقه ما تقریبا در سن 20 سالگی تحصیلاتش رو تمام میشه. این دلیل در اون زمانی که ایشون حاصل بودن من نبودم و اگر 5 سال قبل بعضی دون هم مثلا من به دنیا آمدم و سنی 7 سالی داشتم، طبعا من از اساتید ایشون خبر ندارم. ایشون در خاطرات خودشون، البته در مصاحبه که نشریه فصلنامه راه ما مربوط به مکتب قرآن کردستان با ایشون سال 1395 ترتیب داده بودن، ایشون می فهمند که اوائل درس خوندنشون قرآن رو پیش مادرشون خوندن که مادرشون آشنا به قرآن بوده و خیلی هم قرآنی خوبی طبق اونی که خودی ماموسا نقل می کنن خیلی به آشنا بوده با قرآن. و بعد از درس قرآن خوندن خدمتی پدرشون هم یک عالم دینی مطرح منطقه بودن، صرف و نحو این دروس را پیش پدرشون خوندن. بعد از اون اشاره فقط بوده اصادش میکنه حاجی ولی حاجی موسی المانه و شخصیت دیگر رو ایشون مطرح میکنن در اون مصاحبه که پیش اونها هم تلعوز کرده و از دست هر دوی اونها اجازه‌نامه فارغ التحصیلی، اجازه‌نامه افتاء و تدریس را گرفته. دیگر به اساتید خودشون اشاره نفرمودن و من عرض کردم به این دلایلی که گفتم از اساتیدشون اطلاعی دارم و خبر ندارم. کاک حسن، آیا ایشون تألیفاتی هم بر حال به رشته تحریر در آوردن و آیا تألیفات ایشون اگر شما اطلاع دارید چاپ شده یا نه؟ شاید ایشون بیشتر ادبیات کار می کردن و ادیبی توانایی بودن، هم در ادبیات عربی، فارسی، کردی و یک دیوان شعری دارن به نام شمال زبیان. بله. این دولت کردی هستن. کمال در زبان کردی نام برای اون نسیمی که از طرف شمال میاد و نسیمی به حیات بخش و حیات میده به جهان و درختان و اینا. زبیان عکسی اونه، بعضیش از طرف مخالف میاد و سر دست و در پایش که حیات درختان و جهان از بین میره اون پس ارمین تقریبا تأثیر دارد. این اسم تقریبا سیاسی شمال زیدیان که اسم کتابشونه اون اعتبار این چطور را بداشتن منظورشون تقریبا برخور این حق و باطل. بله. شمال رند حق و زیدیان رند باطل و اشعاری در این رابطه برخور حق و باطل رو هم دارن این تر شده. من دیگه هم دارم که کتاب هست من شامل شده ترجمه هم چند تا کتاب دارم و حتی ترجمه شعر کردی به فارسی
یعنی شاید بشر ترجمه کرده همین توشه فارسی بکردید چون این تسلط خیلی بالایی میخواد که انسان بتونه شعر رو به شعر ترجمه کنه، هم شعر فارسی به کردی و هم کردی به فارسی ترجمه دارن. اینها رو هم دارن و کتاب های دیگری هم دارن که من الان اسمشون بیاد ندارم. کاک حسن، شما همونطوری که در این کتابم به حال اشاره فرمودید شما که کتاب ایشون به نحوی سیاسی بوده، ما همیشه رهبران ملی ما حداقل در کردستان اینجوری بوده که همزمان که رهبر مذهبی و معنوی مردم بودن در کنارش رهبر سیاسی و ملی مردم هم بودن. آیا ماموسا امامی هم چنین بودن یا فقط ایشون به کار علوم دینی و مسائل مذهبی می پرداختن و از سیاست و مسائل ملی به دور بودن؟ نخیر، ایشون از دوران جوانی هنگام با تحصیلات علوم اسلامی مشغول کار سیاسیان بودن. اون زمان یه حزبی فقط در کردستان بود، من بخد احزاب اسلامی نبود، یک حزب ملی اسم حزب دموکرات کردستان، البته اولش اسم دیگری داشته، جکاف، یعنی حزب کردی جانبی حیات کردستان. این حزب بوده که بعدا حزب تغییری نام داده به اسم حزب دموکرات کردستان که الان هم اون حزب هست. چون عضوی در این حزب بودن در دوران جوانیشون و به خاطر عضویت در اون حزب و فعالیت زیادی که برای این حزب کرده، در واقع برای آزادی و حقوق ملتش ملتی کرد کردن، در سال 1338 در زندان افتاده و 3 سال، یعنی تا سال 1341 در زندان بودن ایشون. اون وقت تقریبا حدودی 33 سال سن داشتن، جوان بودن، در سن 33 سالگی در زندان افتادن و 3 سال در زندان بودن در زمان رژیم قبل. و بعد از اینکه از زندان هم آزاد شدن، هیچ فقط این احساس در حال کار کردن برای ملتش، برای کرد، برای آزادی، برای اسلام، این احساس رو هیچ وقت کنار نگذاشتن و همیشه فعالیت داشته. وقتی انقلاب ایران هم که پیش اومد، قضیه انقلاب و مردم ایران قیام کردن و انقلاب کردن و رژیم قبلی رو ساقط کردن و یک رژیم دیگری به جایش گذاشتن، ماموسا امامی اون وقت هم یکی از فعالان در منطقه کردستان، یکی از سیاسیون فعال این جنبش و جنبش انقلاب مردم ایران. بله، قبل از انقلاب فعالیت داشتن و تا انقلاب دیده شد، البته 3 سال قبل از انقلاب و بعد از اون هم در کردستان همراه با مرحوم کاج احمدی مصدیانه داشتن با هم کار میکردن و خیلی جدی فعالیت داشتن و یک زمانی اوایل انقلاب یک کنفرانسی در کردستان در تنندون به اسم کردستان، به اسم کنفرانسی خودمختاری برای کردستان، مرحوم علامه مصدیانه تشکیل دادن. ایشون همیشه افرادی خیلی فعال در این کنفرانس بودن. من بیاد دارم که من خدمت ایشون رفتیم به پیش شخصیت های دعوت کنیم، اوشندیگه و معاواد و اینا، من خدمت ایشون بودم به دو نفری الان یاد ندارم خیلی دونال نامو تکیز دیم و همشون رحمت کنیم. این شخصیتی دیگه به اوشندیگه رفتیم، چون اونا شخصیت های مسیحی بودن و ما مسایمانی مسیح بود، برای که بودشون رفتن از اونا دعوت کنن که کنفرانس خود مختاری دستن بزگرد. انا تا موفق هم از پنه نشدیم هیچ کنیم از اون شخصیت ها نیامدن، ولی برحال منظور اینه باید توجه به مسیحیتشون و شخصیتشون، چون برای دعوت از شخصیت های مسیحی مناطقی دیگر استفاده میکنم. کاک حسن ببخشید، آیا تاریخچه همراهی با کاک احمد به بعد از انقلاب برمیگرده یا قبل انقلاب هم ایشون با... قبل از انقلاب بسکن. قبل از بعد چند سال قبل از انقلاب آشنایی ایشون با کاک احمد تقریبا برمیگرده به سالهای 50 و 60 کرد قبل از اونم. بله، من خودم وقتی که به سننده سالی 55 من به سننده آمدم،
سنداری که با احمد مسافرتی سقل مناطق داشتیم ما از ماموسای منون احنا جا دیدار میکردیم حتی به اون روسایی که اسمش کندلانه اونجا ماموسا بودن من اونجا رفتم کاک احمد هم ایشون را الان دقیقا نمیدونم به کندلان با هم رفتیم ولی در اون سفرها ماموسا امامی هم حضور داشتن تشریف داشتن از کلم سالی 55 از سالی 50 یعنی دیرتر نبود آشنایی کاک احمد و ماموسا امامی. کاگ حسن عزیز یکم برگردیم به عقبتر. کاگ ماموستا امامی با حزب ژکاف بودند، فعالیتشون با این حزب آیا قطع میشه؟ این فعالیت ها ادامه پیدا میکنه؟ این به چه شیوهی تموم میشه؟ آیا فعالیت های ایشون با حزب دموکرات یا ژکاف ادامه پیدا میکنه و اینکه نه از زمان آشنایی با کاک احمد ایشون به نحوی میتونیم بگیم تغییر مسیر میده و وارد کامل یک جریان اسلامی میشه؟ این را اگر برای ما مشخص کنید ممنون میشم. عرض کردم به خاطر عضویت در این حزب بوده که 3 سال در زندان بوده. بله. در زندان بودن بعد از اینکه زندان مرخص می شوند کاک احمد هم حتما اگر اطلاع داشته باشی ایشون هم البته بعد از حاجی ماموسا امامی ایشون هم عضو حزب دموکرات کردستان بوده ایشون هم به خاطر عضویت در حزب دموکرات کردستان به زندان افتادن سالهای 41 و 42 ایشون هم زندانی شدن به خاطر عضویت در حزب ولی حتی هم ماموسا حاجی ماموسا امامی هم کاک احمد تقریبا سالهای قبل از انقلاب ایران ارتباط حزبی با اون احزاب نداشتن. اون اهدافی که اون احزاب داشتن به خاطر این اهداف که احمد و ماموسا امامی با اونها کار کردن این اهداف بعد ماموسا امامی هم که احمد باقی بود بیشون برای تو کار میکردن ولی نه به عنوان اینکه عضوی از یک حزب باشد به شیوه آزاد صورت آزاد برای حقوق ملت گذاشت کردن عرض کردن بعد اول انقلاب کاک احمد کنفرانس به خود مختاری رو در کنندت تشکیل آزاد همه صاحب نظرانی کردن چکستان کردستان آذربایجان غنی و مشا دعوت کردن که بیان در این کنفرانس شرکت کنن و هم صدا بشن به یک چیز رو به هر حال همشون تبدیل کنن و این رو مسئولین جهود اسلامی ارائه دادن که ما دلت کرد اینها رو میخواهیم این خدی خدی ملی بود ما مسائل امامی و کاف احمد ارز کردم این سال قبل از این ارتباطشون با حزب قطع شده بود ولی اهدافی که داشتن اون زمانی که در حزب بودن اون اهدافشان باقی بود و به شبه عامتر نه محدود در یک حزب چیز عامتر برای حقوق مشروع و قانونی و انسانی ملتی کل هر دو تامر کار کردن مثلا انقلاب کار کردن و فعالیت داشتن و مطالبات چه در رژیم قبلی و چه در این رژیم و نظام شون برای ملتی کل کرد. کاک حسن عزیز آیا ماموسا امامی در زمانی که بعد از انقلاب خب فعالیتاشون رو ادامه دادن آیا از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران آیا مشکلات یا محدودیت هایی برای ایشون پیش اومد؟ زندانی به هر حال تهدیدی چیزی برای ایشون پیش اومد یا نه؟ موقعی که ایشون دوری بود که نظام نبود بله یکی با این سال با این متحسن شورا بزرگ نوری مرتب مورد تحقیق و برحال خواستن به مراکز مثل اداره اطلاعات یک تازمان هستش برای روحانی و بشتی مرکزی بزرگ از این تاها با چون صحبت می کردن هم وزهانی را هم یرفتن منظورش کن حالی کن این همیشه قذرترات معلومانی دارن که به هر حال من میدونیم که شما یک شخصیت هستی و مردم زیادی با شما آشنایی در سطح زیادی با شما مراوده و آمد و رفت کردن و شما کاری نتونید که مثلا ما مجبور بشیم که شما رو بازداشت کنیم اینا بود و همیشه بود قطع نمیشد اما از کردن این سالشون بالا بود خیلی مکرح بودن در منطقه خب حکومت حساب این کرد که اگر ایشون را بازداشت کنه
این ضررش برای دوستان خیلی بیشتر از این که من مسلم همین بیاید و شغل سل فعالیت این کم ضرر تره که ایشون فعالیت مذهبی ملی داشته باشن سر اینکه به زندان کرد. بله کاک حسن، به حال چیزی که در زندگی نامه ایشون اومده، ما موسا امامی تقریبا نزدیک به 32 سال در مسجد دارالاحسان شهرستان سقز محله سنگران ایشون به حال امام جماعت اون مسجد بودن و به حال همه مردم هم احترام خاصی برای ایشون قائل بودن و همونطوری هم که شما میفرمایید و من خودم به حال شاهد بودم زمانی که اونجا بودم، همیشه مسجد ایشون طلبه داشت. از طلبه هایی که به حال الان ماموستا شدن و به حال شخصیت های مطرحی شدن، آیا شما کسی رو حضور ذهن دارید که معرفی بفرمایید از شاگردان ایشون؟ متاسفانه میتونم عرض کنم که نه. الان من کسی را بیان ندارم چون حافظه من هم خیلی زیادی در حال به تحلیل رفته. من مثلا مشخصا کسانی از طلبه های ایشون که الان در یک مساجد امام جمعه یا جماعت یا مدرس باشن بیاد ندارم. بله بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر کاک حسن عزیز. کاک حسن، به عنوان سوال پایانی و بحث پایانیمون، من چیزی که برای من خودم جالب بود و سوال مطرح شد، ماموستا امامی با توجه به اینکه به هر حال شخصیت ملی هم بودن در کنار شخصیت مذهبی بودن، اما بیشتر احزاب کردی و جریانات شاید بگم غیر اسلامی بیشتر، یعنی در جریان وفات ایشون این قضیه رو تحت پوشش قرار دادن و به نحوی خبررسانی کردن و به نحوی ابراز همدردی کردن، اما ما در مقابل در جریانات اسلامگرای خودمون در کردستان این قضیه رو یکم ضعیف دیدیم. این رو به عنوان یک مشکل، یک بیماری من ببینم، به نظر شما دلیلش به چی برمیگرده؟ من باورم این نیست که بیشتر غیر اسلامی ها اونا آره مطرح کردن. البته جریانات اسلامی چون در داخل هستن و اگر مسائلی رو خیلی بزرگ کنن بلاخره وقتی داخل هستن، داخل حکومت هستن، مشکلات برای اینا بیشتره تا احزاب جریاناتی که در خارج اره فعالیت میکنن. بله. در خارج صحبت کردن و بزرگ کردن مسائل ملی و مسائل آزادی مقداری زیادی راحتتره چون اونا دیگر مشکلی نیست. ولی با این وجود نه، جریانات اسلامی همه در فوت مرحوم امام حسین همیش فکر داشتن، هر شاید همه اونایی که او درانه چی اسم اسلامی دستم یا تاوی اسم برم اما حضور دار اما و امام حسین امامی این شخصیت رو داشت باز به غیر مسلمان ها هم او را از خودشون بودونن و حق دارن از خودشون بودونن. غیر مسلمان هایی که صادق هستن تخصول در کردستان برای دارن کار بیکنن، برای حقوق دارن کار بیکنن و وقتی برای این دارن کار این اتعارات دارن ناموسا ایمانی در تمام عمر خودشون برای این هدف کار کردن. وقتی این دوری حق دارن که باستان قدرشناس باشن و این حال تقدیر دارن، ولی مسلمان ها هم قدرشناس بودن و قدرشناس بودن تا مراسم ختم تمام شد. علمای کنی که استان طلبه ها و تمام برزن بکرا همه اونجا حضور داشت، اگر جمعه ما دروغ ندید خیلی واقعا با خوب عظمت مراسم هم خاکستاری هم اون دروزی که در حال مراسم حتی بود حضور داشتن. تو گرانات اسلامی هم من همشون بیانیه دارن، شخصیت هایی هم بیانیه داده بودن، آره گرانی اسلامی هم بیانیه داده بود، حتی از سانی عراق و هم جرانت اسلامی شخصیت های اسلامی و غیر اسلامی هم پیام داده بودن و خدا بوده شد. عرض کنم که اگر نجم مساوی بودن نه، در عین مراسم و ختم رنگ حضور اسلامی ها و مسلمانان بیشتر بود. بله خیلی ممنون، متشکر کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید. تشکر می‌کنم.
خواهش میکنم. خدا یار نگهدارتون باشه انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستای عزیز و گرامی، تا مهمان بعدی برنامه ما آماده میشه میان برنامه کوتاهی رو میبینیم. یک جلسه خصوصی بوده در شهرستان سقز و ماماستای امامی در خونه یکی از برحال دوستانشون مهمون بودن و جلسه شعرخوانی بوده که برحال جای لطف این ویدیو رو ببینیم. انشاءالله برمیگردیم در خدمت مهمون بعدی برنامه خواهیم بود. شان جان کوسانو دیمن بارانی شان خوشا خاص پیما روحون سارانی سوات دل گرتر لای خواوا پیش کل با دلم بری عزیز با آلو یارانی چن جوانا کورسانو دیمن بهارانی چن خوشا قصی بر رون سرانی سال کلوستان و بزمی ملوماری دشتو به نارانا چند جوانا کسارو دیمن بهارانی چند خوشا بله ممنون، متشکر از استاد عطا فرمان بابت این میان برنامه‌ای که پخش کردن. این تقریبا ویدئویی بود از ماماستا محمد امامی، شخصیت و عالم برجسته اهل سنت، عالم برجسته اهل سنتی که همه جریانات اسلامگرا و غیر اسلامگرا بر حال در سوگ ایشون بیانیه ها و مصاحبه هایی رو که داشتن قبلا حتی با ایشون پخش کردن، از مولانا عبدالحمید گرفته تا مسعود بارزانی و احزاب اسلامی و احزاب غیر اسلامی بیانیه های جداگونه ای رو در این زمینه بر حال پخش کردن. در این بخش از برنامه در خدمت استاد عبدالمجید زهرابی هستیم، فعال اهل سنت کرد. اگر صدای بنده رو دارید استاد زهرابی عزیز، در خدمت شما هستیم. سلام دارم خدمت شما، خوش اومدید به برنامه دریچه. بعد من سلام دارم خدمت جناب عالی آقای کریمی و بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. خواهش میکنم، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. استاد زهرابی، در برنامه ما در مورد وفات یکی از علمای بزرگ اهل سنت کرد، ماماستا محمد امامی، در بخش قبلی برنامه با کاک حسن امینی بودیم و ایشون از به حال شخصیت، به عنوان یک شخصیت ادبی و به عنوان یک شخصیت علمی و حتی سیاسی در مورد ایشون مطالبی رو فرمودن. من دوست دارم در این بخش از برنامه با شما به صورت کلی بحثی رو داشته باشیم در مورد جایگاه علمای اهل سنت در منطقه کردستان، با توجه به اینکه همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده که رهبران سیاسی ملت کرد همون رهبران دینی بودن. در خدمت شما هستیم. بله، قبل از هر چیز بنده تسلیه درد میکنم به خانواده گرامی ماموسا محمد امامی، عالم بزرگ و شخصیت بارز کرد، شخصیتی که
در واقع تأثیر گذار بوده در جریانات دعوی فکری و حتی ملی ملت خود، و به همین خاطر از همونطوری که جناب عالی اشاره کردید مورد قبول و در واقع مورد پذیرش همه طیف‌های مختلف جامعه بوده و همه از وفات ایشون متأثر بودند و بیانیه‌های مختلفی هم که در این باب صادر شد و همه گروه ها به نوعی از ایشون به خوبی یاد کردند و صحبت‌های مختلفی در این باب شده و در واقع جامعه علمی یا علم شرعی کردستان هست که داغدارتر از هر گروه دیگری شخصیت چنین برجسته و بزرگی رو از دست داده است. از خدا میخوام که جایگاه ایشون متعالی‌تر بگردد از خداوند و در دنیا هم خداوند شخصیت‌های برجسته و بزرگی رو بفرستد که جای این شخصیت ها همچنان پر بماند. تسلیت دیگر بنده به ملت کرد و به تمام دعوتگران و امت اسلام هست که سقف یک عالم در واقع همونطوری که مطرح هست سقف یک عالم هست، عالمی به عالمی بستگی دارد و مرتبط هست و عالم بزرگی که در واقع همونطوری که شما در چیزام دیدید در مراسم تشییع جنازه ایشون حضور مردم و متأثر شدن عموم مردم، عموم اقشار جامعه، همیشه این یک پارامتر خیلی مهمی هست که مردم برای همه کس متأثر نمیشن، برای هر کسی که لباس دین به تن کرد متأثر نمیشن. ما ببینیم در بعضی از مناطق و چند ماه گذشته دیدیم که مردم چند تا شخصیت رو حتی ترور کردن که لباس دین هم به دست دارن. مردم میدونن که عالم حقیقی چه کسی است و اون کسی که داره دعوتگر حقیقی هست و راه دین رو به مردم معرفی میکنه چه ویژگی هایی داره و چه خصوصیاتی داره و به خوبی میدانستن که مصطفی محمد امامی داره چنین ویژگی های بارزی است که نشانه های عالم زاهد مستقی مبارزی است که دعوتگر به دین خدا هست بدون اینکه چشم داشته باشد به اینکه دین رو وسیله ای کنه برای ارتزاق دنیا یا کسب مال دنیا. در واقع ما در طول تاریخمون در کردستان، البته خب در جاهای دیگری هم من فکر میکنم همچنین هست، و اما در کردستان حداقل کسانی که همیشه پرچمدار مبارزه بر علیه ظلم بودن در میان علما و ما مستیان بسیار زیاد بودن، پرچمدار خیلی از مبارزات ملی‌گرایی و دفاع از حقوق کرد رو هم ما مستعان بودن. از قاضی محمد صحبت بکنیم، از شیخ محمود نمر صحبت بکنیم، از امجد زهابی صحبت بکنیم، از ملا مصطفی بارزانی صحبت بکنیم، از بقیه کسانی که خب شاید الان در استعدار بنده نباشه ذکر نام اونها که مبارزات سیاسی رو داشتن برای احقاق حقوق کرد. و خود ما مستعان امامی هم کسی از اونها بوده که مدتی رو در نظام قبلی در زندان به سر بردن به خاطر مبارزاتشون و دفاع از حقوق کرد و دفاع از مظلومیت کرد. و اما جایگاه علما نه تنها منحصر نمیشه به این که یک جایگاه تنها سیاسی باشه که دفاع از حقوق کرد و ملیت کرد و قسمهایی که به کرد شده، گرچه این بسیار بارز است. ما همونطوری که در میان مبارزین رهبران سیاسی مثل قاضی محمد و بقیه که نام بردم داشتیم، در میان کسان دیگری که با قلمشون، با شعرشون، با گفتارشون نوشتن و گفتن کم نبودن، شخصیت های بارزی که بعداً حتی از لباس دینی به عنوان عالم دین، به عنوان کسی که در بحث شریعت برای مردم بگوید، کسان دیگری هم از همین حجره هایی که امثال ما موسی محمد امامی و دیگران متخصص شده اند، کسان دیگری رو هم تحویل جامعه داده است که بعدا شاعر و خاطب و نویسنده و از هزار و یمن و بقیه گرفته، همه اینها باز هم تلمس کردن در همین حجره ها و از همین جا شروع کردن و یاد گرفتن. در واقع
اونی که منبع علم بوده و علما رو تحویل جامعه میداده، دانشمندا رو تحویل جامعه میداده، حجره ها بودن، جای دیگری نبوده برای این که مردم برن و کسب علم بکنن. تا مقاطع زیادی از تاریخ ملت ما این گونه بودن، چشم روشن مردم بودن در واقع، یعنی علما چشم روشن ملت کرد بودن که هم راه های مبارزه رو به اونها یاد میدادن، هم راه تدین دینداری رو یاد میدادن، هم راه زهد و تقوا و حتی تصوف رو، هم اگر در باب تصوف صحیحی دور از خرافات و بدعت عرض میکنم، بله، به مردم یاد میدادن. اینهایی که عرض میکنم به این معنی نیست که در جامعه ما یا در جامعه کسانی که مدعی دین هستند و علم هستند آدم های غیر صالحی وجود ندارن، نه، ولی مبارزاتی رو که علما کردن، تلاشایی که علما و دانشمندان حقیقی کردن و بعضا جانشون رو، آسایششون رو، امنیتشون رو و هر چی رو که متعلق به دنیا هست شاید قناعت کردن به اندکی و همه رو فدا کردن تا اینکه بتونن به ملتشون خدمت کنن. شاید یکی از کسانی که خود موسی امامی خودش رو شاگرد ایشون میدونست، کار احمد مفتیزاده، از کار احمد مفتیزاده میتونست خیلی از مناطب رو به دست بیاره، میتونست جایگاه های رفیعی رو در مثلا مناطب دنیوی، سیاسی، اجتماعی، مالی به دست بیاره و کسب کنه، اما همه اینا رو فدای حقیقت کرد. با اون هم دعوتی بود که سر داد، با اون هم ندای مظلومیت اهل سنت بود و دفاع ایشون از اهل سنت و موسی امامی هم خودشون رو پیرو ایشون میدونستن. ولی به هر حال این شیوه از مبارزات در میان علمای اهل سنت و علمای کرد بسیار زیاد هست و هنوز هم در جامعه ما کسانی هستند که ساکت و آرام دارن راه رو میرن که علمای بزرگیشون امامی و بقیه رفته هستند. استاد زهرابی کسی به اونها رو بیان کنه یا صداشون به رسانه ها برسه؟ استاد زهرابی، الان برای من این سوال پیش اومد. خب چیزی که شما فرمودید واقعا یعنی شخصیت‌های بزرگی بودن، افرادی که در همین حجره ها تلمس کردن و بعداً به علمای بزرگی به هر حال برای جامعه تبدیل شدن، اما چرا در حال حاضر این روحیه در بین علمای اهل سنت کرد وجود نداره؟ یا شاید من برداشت بدی از این قضیه دارم، ولی چیزی که ما میبینیم در ظاهر همینه، این روحیه رو ما در بین علمای اهل سنت نداریم. مشکل از کجاست؟ ببینید، کسایی که خیلی بارز میشن همیشه اندک بودن، امروز که نیست بگیم مثلا که همیشه در جامعه در همه اصلها همه بارز بودن، نه، افراد انگشت شماری، افراد اندکی بارزتر میشن، اما قشر دیگه‌ای وجود دارن که خیلی آرام و نرم دارن فعالیتشون در اون حاشیه بسیار اندکی از امکانات که وجود داره براشون و حاشیه بسیار محدودی که براشون وجود داره دارن فعالیتشون رو میکنن و دعوتشون رو میدن و دارن تلاش میکنن. اما بله، این روز ما، این روزگار ما روزگار سختی هست برای کسانی که اهل دعوتن، مخصوصا در ایران فشارهای بسیار زیادی بر ملت کرد و بقیه اقوام اهل سنت وجود داره و این فشار میتونه خیلی ها رو هم به یعنی اون سایه های پنهان کشونده باشه که میخوان بتونن به آرامش این دعوت رو بدن. ولی در این حال هم امروز ما کسانی رو داریم از علمای اهل سنت که مورد تهدید قرار میگیرن، مورد حالا زندان شدن، بعضا داشتیم کسانی که یا ترور شدن در خطلای زنجیری یا اعدام شدن در این چند دهه ای که ما سراغ داشتیم. به همونت هم من امیدوارم به این که تفریفه بزرگتری هم وجود دارن یا در میان نسل جوانتر علما یا در میان همونهایی که امروز هستند و دارن فعالیت می کنن. خب در میان همه اینا همه در یک سطح قطعا نیستند و همه هم در یک شکل نخواهند بود، ولی و از طرف دیگه شکل مبارزات امروز و شکل فعالیت امروز عوض شده. امروز میدانی که مردم دارن تأثیر گذاری یک شخص رو میبینن امکان داره از یک رسانه مثل نور بتونه بسیار تأثیر گذار باشه و یک عالمی مثل قدیم بیاد و بطرقشه. امروز رمز کم داریم ولی دعوتگر زیاد داریم. رموزی که قبلا بودن، حالا کسی مثل موسی امامی، بعضا کسانی مثل
کار احمد مفتیزاده به شما علامه محمد قبیلی، اینا این شخصیتایی که بودن بارز بودن. اما شخصیتای دیگری بودن، شخصیتای علمی محضی بودن که وجود داشتن و امروز هم باز وجود دارن و در مناطق مختلف بودن. من فکر میکنم هنوز هم بسیار زیاد هستن. البته خب فعالیت ها فرق میکنه، بعضی فعالیتشون گسترده تر گیراتر است، مثل قواسا امامی که هم در بعد ملی گرایی فعالیت داشتن در یه زمانی و هم در مسائل شرعی و هم در مسائل اجتماعی، در مسائل دعوی، همه اینا رو حضور داشتن، حضور فعال داشتن در کنار بقیه علمای دیگه. استاد زهرابی بله. استاد زهرابی، چیزی که الان ما در جامعه کردستان، در جامعه اهل سنت کردستان میبینیم اینه که فرماندهی جریانات سیاسی در کردستان به نحوی از دست علما خارج شده. اولا دلیل این قضیه چیه و دوما آیا این میتونه به نفع جامعه باشه یا اینکه نه به ضرر جامعه؟ بله مثلا این فرمایش ما کاملا دقیقه، نقطه بسیار دقیقی است. اون هم به علت این هست که خب نوعی تقریبا بگم که مخالوط بودن جریانات سیاسی و فعالیت های کردی هست و از این فعالیت کرد بودن رو منحصر کردن به خودشون و در واقع این رو انحصار کردن. فکر میکنن کرد بودن باید حتما به معنی این هست که همه اقوام ملیت ها رو، ادیان رو، دین رو کلن کنار بذارید تا بتونید ملیگرا باشیم. ما باید برگردیم به این نقطه که نمیشه ملیت رو از دیانت جدا کرد. این دو تا هر دو مهم هستن. ملیت یک چیزی خداوند به هر قوم بخشیده، این رو جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. در نتیجه ملیت رو نمیشه از یه ملت گرفت، همونطوری که دیانت رو هم نمیشه از هم گرفت و این دو تا هیچ تضادی با هم دیگه ندارن. اونها میخوان که این تضاد رو ایجاد کنن تا علما رو کنار بذارن و همونطوری که جناب علی هم اشاره کردید، بله واقعا تهدید داشته. خود علما هم بعد از کسانی که دعوتگرانی هم که اصلا مخصوصا کسانی که نسل جدیدن ترک این مفهوم براشون فکر کردم که اگر احتمال ببرزن به ملیتشون، اگر اهمیت ببرزن به ملیتشون، یعنی اینکه یک چیز خلاف دین رو انجام دادن. در مقابل تبلیغات گروه مقابلی که وجود داره همیشه این رو مطرح کردن که اول ملیت بعد، این اول و دوم نداره. در نتیجه مطرح کردن این قضیه در واقع هدفشون این هست که دو تا جبهه درست کنن و هدفشون این هست که علما رو و دعوتگران رو به حاشیه برونن و در مقابل ملیت قرار بدن تا مردم به این گونه از اونها دور شدن. و این من فکر میکنم خود بعضی از دعوتگران هم به این دامن زدن و اشتباهی که مرتکب شدن باید حتما در سرلوحی فعالیتشون قرار بدن برای بسیار به حقوق ملی. هیچ ایراد و اشکالی نداره و تضادی هم بین دیانت و دینداری و بین اسلام و ملیت وجود نداره و اونی که خداوند آفریده ملیت یا زبانیت یا قومیتی که به ملت ها داده، جعلناکم شعوبا و قبائلا، این رو قرار داده. خداوند زبان ها رو آفریده و به هر کدوم ویژگی داده و به هیچ زبانی رو بر زبان دیگری برتر نداده، قومیتی رو بر قومیت دیگه برتر نداده و باید این قومیت ها بمانن و رشد کنن و همه ملت ها به حقوقشون برسن. این است که باید حتما یه آشتی بین این دوتا به وجود بیاد و دعوتگران باید به خوبی بفهمند و در این حال هم میدان رو و ساحه رو خالی نکنند برای کسانی که اهدافی رو دارند یا به دنبال یه اجندهی هستند که هدفی داره که اونم ایجاد تضاد کردن در بین دیانت مردم با ملیت اونها هست. خب استاد زهرابی، تقریبا 10 دقیقه بیشتر هم به پایان برنامه نمونده. در مورد خود جامعه اهل سنت کردستان اگر یک مقدار دقیق تر بحث کنیم، در خیلی از مناطق اهل سنت شاید بگیم از قالب سنتی مدارس دینیشون رو خارج کردن و به نحوی بروز شدن و حالت آکادمیک بهش دادن. در کردستان شاید بگیم هنوز همون قالب سنتی حفظ شده و متاسفانه باید بگم به نحوی کمرنگتر شده، یعنی در خیلی از شهرها که بگیم اکثر مساجد طلبه داشت، الان شاید به تعداد انگشتان دست هم این مساجد رو پیدا نکنیم. به نظر شما به عنوان یک فعال اهل سنت و کسی که به هر حال خودتون رو متعلق به این جامعه میدونید،
این چقدر میتونه ضرر داشته باشه برای جامعه اهل سنت، و از طرف دیگر آیا شما موافق این هستید که این سبک تدریس در حجره ها به نحوی آپدیت بشه و جدید بشه، با توجه به اینکه خب ما میبینیم علمای بزرگمون مثل امام موسی امامی دیگه کم کم از بین ما میرن و بر حال دور دور علمای جدید و امام موسی های جدیده؟ این یک واقعیت تلخه که مدارس اهل سنت یا حجره ها هم تعدادشون کم شده و هم تعداد طلبه ها کم شده. این واقعیت تلخیه باید پذیرفت، اون هم اسباب و علت های خودش رو داره و یکی از مهمترین اسباب اون وضعیت مادی مردم هست و بخش دوم اون شاید مهمتر باشه، این مهمتر هست، اون هم عملکرد و سیاست های دولت هست که باعث شده تعداد طلبه ها کمتر بشن، چون از هیچ نوع حقوقی برخوردار نیستن، یا باید اونها رو تبدیل بکنن به یک افرادی که تابع سیاست های نظام باشن، اون آزادی، اون حضوریت، اون قدرتی که قدرت تأثیر گذاری که طلبه و ماموسا در جامعه داشتن رو با رفتن به طرف حکومت اون تأثیر گذاری رو از دست دادن. خشتی از ماموسایم که به طرف حکومت رفتن یا در سایه حکومت دارن فعالیت میکنن، در واقع اون محبوبیتی رو که بقیه ماموسایم دارن رو ندارن و این باز شده که دیگه گرایش به این کمتر بشه. از طرف دیگه خود حکومت هم این رو میخواد، یعنی میخواد در واقع شکافی رو بین علما و بین جامعه ایجاد کنه، میخواد این شکاف ایجاد بشه، میخواد مردم علما رو نداشته باشن، میخواد که مردم تمایلی به امام حسین نداشته باشن. به خاطر همین امام حسین آزاد و بزرگی که وجود دارن و فعالیت میکنن، الا تعداد اندکی بقیه رو تقریبا منابر رو ازشون گرفتن، مساجد رو ازشون گرفتن، مدرسه هاشون رو تعطیل کردن و جلو فعالیتشون رو گرفتن، با مسلط کردن و مسیطر کردن سازمان های مختلفی، چون مرکز بزرگ اسلامی رو آوردن برای محدود کردن و زیر نظر گرفتن فعالیت مدارس دینی و حجره ها، بعد شورای روحانیت رو آوردن، بعد شورای مختلف و امروز هم می‌بینیم شورای هماهنگی مدارس اهل سنت هست، این رو حاکم کردن بر وضعیتش. این یکی از علت ها و اسباب های اساسی هست که دولت میخواد اولا علمای رو تحریک جامعه بدن، این مراسم بزرگ که لباس عالم رو داره، شکل عالم رو داره، اسم عالم روش میگذارن، اما از محتوای علم خالی هست، از اون محتوای محبوبیت جامعه خالی هست، از اون مرکزیتی که مردم خواهد بودن براشون از اونها تهی هست. از طرف دیگه خطای بعدی یا سبب بعدی کوتاه اومدن علما هست، اینکه نتونستن از ظرفیت های مختلف استفاده بکنن و اینکه هماهنگی بین مدارس دینی اهل سنت و جاهای اهل سنت وجود نداشته و این از قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب هم باز همین تفرقه و دودستگی وجود داشت. اگر یک هماهنگی وجود می داشت از همون اول برای مدارس دینی و برای مراکز فتوای هماهنگی درست می کردند، اگر مناطق کردستان به جای اینکه این گونه مدارس و حجرات متفرق باشه، اگر یک سازمان وقتی پیدا می شد به همه رو دیر پوچش قرار می داد، شاید این گونه به حال و روز این روز در نمی اومدن. و به هر حال اینها علتهای مختلفی داره و ما نیاز داریم به اینکه آپدیت بشه مدارسمون، همونطور که اشاره کردید، و اینکه بسیار از علوم جدید برخوردار بشن، ولی در این حال هم شیوه تدریس به شکل حجره‌ای هم تأثیرات خیلی خوبی رو داشته، علمای بزرگی رو به ما تحویل داده است و میتونه همچنان اثرگذار باشه، ولی نیاز هست به اینکه همونطوری که جناب عالی گفتید باید حتما همراه با تغییرات جامعه و تحولات اجتماعی که به وجود اومده مدارس دینی همین تحولات رو بپذیرن، در این حال هم استقلالیت خودشون رو از نظام حکم حفظ کنن. نباید مدارس دینی تابع حکومت ها باشه، نباید مدارس دینی و نباید علمای دین باید آزاد باشن. آزادی اونها هست که ضمانت سالم موندن حتی فتوای شرعی رو هم حفظ میکنه. اگر عالمی تابع حکومت شد، اون وقته که طبق رضای حکومت فتوا خواهد داد. در نتیجه اساسی ترین و مهمترین چیزی که باید حجرا حفظ کنن، مدارس دینی حفظ کنن، علما حفظ کنن، استقلالیت و آزاد بودنش هست. و الا
تمام فعالیت اونها تحت پوشش قرار خواهد گرفت و مردم حتی اعتنا نخواهند کرد بعداً به فتواشون. اون فتوایی که میدن رو مردم اینگونه تصور خواهند کرد که برای نان هست و برای ارتزاق خودشون و برای رضایت حاکمیت. خب استاد زهرابی، این دقیقا برمیگرده به این قضیه که یعنی باید علما به نحوی مستقل باشن، حداقل از لحاظ اقتصادی. الان مثلا شخصیتی مثل امام موسی امامی، ایشون 60 سال سابقه تدریس داشتن و 32 سال در یکی از مساجد سقز بودن که به حال من خودم بارها بارها ایشون رو از نزدیک دیدم، به حال چون هم محله‌ای بودیم و همیشه هم ماشاءالله مسجدشون پر از طلبه بود، اونم طلبه های برحال سطح بالا. ولی خب از طرفش، از یک طرف ایشون فرزندانشون ایشون رو به نحوی حمایت میکردن و نیازمند کمک مردم نبودن و این استقلالیت خیلی به ایشون کمک کرد. یعنی شخصیت ایشون رو با توجه به اینکه از طرف اطلاعات همیشه زیر فشار بود و بارها بارها ایشون رو صدا می زدن، اما استقلالیت خودش رو حفظ کرد. الان برای علمای دیگه‌ای که ما در کردستان داریم و شاید این امکانات و وضعیت رو نداشته باشن، راه چاره چیه؟ مثلا استقلالیت مالی یکی از مسائل مهمیه. بس اینه که حکومت هم از لحاظ مالی چیزی به اونایی که مستقل نیستن و وابسته به حکومت هستن تو هم چیز زیادی هم نمیده. یک عمری ما داریم و این عمر به پایان خواهد رسید. با مسیح محمد امامی با کمک فرزندانش بود و ملت خود هم در گذشته همیشه کمک میکردن به علما و همیشه حمایت میکردن از علما و علما وابسته نبودن به جایی، به حکومت. زندگی سختی رو گذرانده هم، زندگی پرمشقتی رو گذرانده هم، ولی اون استقلالیت خودش رو حفظ کرده بودن. به خاطر همین هست میبینیم تأثیرگذارتر بودن در گذشته. من نقطه رو عرض کردم، گفتم نیاز بود، باید تلاش میکرد اهل سنت، باید تلاش کنه به مبارزه برای اینکه سازمان وقف مستقلی که تابع حکومت نباشه، بلکه از اوقاف ملت کردستان نیست. وقتی که ما در مناطق کردستان داریم، در مناطق مختلف داریم، من سراغ دارم، میدونم زمین های کشاورزی وقتی که امروز حیف و میل شده بود تقریبا همه فروخته شدن، در حالی که وقف مدارس دینی بودن، اساسا وقف شده برای حجره اهل سنت، ولی امروز واگذار شده به مردم و مردم رو میبرن و مبالغ بسیار اندکی رو به وزارت اوقاف پرداخت کنن و مدارس دینی هم در قبال اون تأثیر شد و مدرسه‌ای که وجود نداره که از اون وقت هیچ استفاده کنه و شبیه این بسیار زیاد است و این مبارزه میخواد برای اینکه اینا رو مستقل کرده بسوان و سپس میرسه به اینکه مسائل دیگری رو که عرض کردم. نیاز هست به این مبارزه و چاره این جز اینکه باید حتما تلاش کرد برای دستیافتن به استقلالیت خودش، دستیافتن به این که بتونه از مرکز دیگری غیر از وابستگی به حکومت استضاف کنن. و در اینجا جا داره که اشاره کنم به دور و نقش اغنیای جامعه، کسانی که خداوند دارایی بهشون داده، ثروتی بهشون داده، ثروتمندان جامعه وظیفه دارن به عنوان وظیفه، به عنوان واجبشون که حتما حمایت کنند از علما و دانشمندانشون، حتما حمایت کنند از امام حسین تا اینکه وابسته نشن به جایی، به نفع کسی فتوا ندهند، به نفع صاحب پول، به نفع صاحب قدرت فتوا ندهند. تفاوتی نمیکنه، حتی برای سرمایه دارم اونی هم که داره کمک میکنه نباید با کمک کردنش فتوای عالم رو بخره، بلکه اون رو وظیفه و واجب گردن خودش بکنه. خیلی ممنون، متشکر استاد عبدالمجید زهرابی، فعال اهل سنت کرد. خدا یارو نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب دوستای عزیز و گرامی ما، تقریبا وقت برنامه ما به پایان رسیده. باسم از طرف خودم، شبکه جهانی نور و شبکه وصال حق، به خانواده و بازماندگان امام موسی محمد امامی عزیز تسلیت عرض میکنم. الله متعال غریق رحمتشون بفرماید و پر رهرو باشه راه ایشون که دفاع از حقوق اهل سنت و دفاع از ضعف‌هایی بود که ما در جامعه داشتیم و مطالبات برحق اهل سنتی که ما بارها بارها علمای بزرگمون به خاطرش اعدام شدن، زندان شدن و امام موسی امامی هم یکی از همین علمای برجسته بود که بر حالشون وفات کردن. جا داره
ما کسانی که الان در قید حیات هستیم قدر علمای اهل سنت رو فرق نمی‌کنه، در بلوچستان باشه، در جنوب ایران باشه، در خراسان باشه، در مناطق ترکمن صحرا و یا اینکه بوشهر و اهواز و کردستان، در هر جایی که اهل سنت هستن قدر علمای خودمون رو بدونیم و علمای خودمون رو حمایت کنیم، با تمام قوا علمای خودمون رو حمایت کنیم. چون همونطوری که استاد زهراوی هم فرمودن، ما اهل سنت، اهل سنت مظلوم در ایران هیچ حامی نداره به غیر از الله متعال، و حکومت هم یعنی هیچگاه تلاش نکرده که بتونه مشکلی از مشکلات جامعه اهل سنت رو برطرف کنه، بلکه تا جایی که تونسته سنگ اندازی کرده، جلوی احداث مساجد رو گرفته، مدارس علوم دینی رو تخریب کرده، علمای اهل سنت رو به شهادت رسوندن، ترور کردن، زندانی کردن. و حتی همین روز پنجشنبه بود که یک طلبه 13 ساله رو، یک طلبه 13 ساله بلوچ رو به وزارت اطلاعات احضار کردن. پس قدر علمای خودمون رو بدونیم، قدر دانشمندان اسلامی خودمون رو بدونیم. براستی اینها هستن، همونطوری که استاد زهرابی هم فرمودند، که جامعه و مسیر رو برای ما روشن میکنن. شب و روز خوش، خدا یار و نگهدارتون.